دکتر سید مصطفی مصطفوی دارانی، فرزند عباس، دوم آبان ماه سال 1289 هجری شمسی در شهر داران واقع در 135 کیلومتری غرب اصفهان در یک خانواده روحانی دیده به جهان گشود. پدرش از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و از دوستان شادروان سید حسن مدرس بود. دکتر مصطفوی دوره ابتدایی را آذرماه سال 1305 در فریدن و تحصیلات متوسطه را مرداد ماه سال 1311 در دبیرستان سعدی اصفهان به پایان رساند. سپس در سال 1312 پس از گذراندن یک دوره یک ساله در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تصدیق نامه علوم فیزیک، شیمی و طبیعیات موسوم به PCN را که مقدمه ورود به دانشکده پزشکی بود دریافت نمود. وی در سال 1313 قبل از ورود به دانشکده پزشکی خدمت نظام را با درجه نایب سومی وظیفه در اصفهان گذراند. تشویق پدر، شوق آموختن طب و عشق به مردم او را روانه دانشکده پزشکی تهران نمود تا در کنار 50 نفر از دانشجویان این رشته و زیر نظر استادان ناموری چون زنده یاد پروفسور یحیی عدل، پروفسور محمد قلی شمس و دکتر محمد غریب آموزش دانش پزشکی را آغاز کند. در اواخر تحصیل وی، پروفسور شارل اوبرلن، آسیب شناس نامدار فرانسوی، ریاست دانشکده پزشکی را عهده‌دار بود. ایشان همزمان با گذراندن دوره انترنی برای تأمین مخارج تحصیل در مدرسه تربیت نسوان تدریس می نمود که در همان دوران با نوه مؤسس مدرسه شادروان طیبه امیرسهی آشنا شده که این آشنایی به ازدواج آنها انجامید. دکتر مصطفوی دوران کارورزی را در بیمارستان گوهرشاد حسابی در جنوب تهران گذراند و در سال 1319 پس از اتمام دانشکده پزشکی برای طبابت عازم خرمشهر، آستارا، زنجان و نجف آباد شد. پس از 7 سال خدمت بدون چشم داشت در نجف آباد و 30 سال ایثار و گذشت در داران، راهی اصفهان شد تا 17 سال دیگر با عشق و ایمان بیماران را مداوا نموده و هزینه دارو و مخارج ضروری آنها را از کیسه فتوت خود بپردازد. ایشان تا سن 94 سالگی طبابت نمود. دکتر مصطفوی با کوله‌باری از خاطرات 65 سال طبابت اکنون 95 ساله است. برای نمونه ایشان به شیوع بیماری کمیاب تب راجعه در فریدن اشاره نموده است. در اون موقع بیماری که داشته که البته دیگه خاله نیست، ولی در اون موقع تبران کران داری تبران آنجاه. بله و این در اثر فرق و بیچارگی و علت شپش است و عامل این مرد شپش است و در دل مثال هم که اویان جمع میشن دیر کرسی و عامل مهم نمیاد و اینجا تحجیب بود که آنتیبیوتی که نمید نبود موقع و فقط نیو سالوارسان ارسلی دکتر سید مصطفی مصطفوی انسانی است با فضیلت که نه تنها دانش پزشکی خود را خالصانه در اختیار مردم دیار و سرزمین خود قرار داده است، بلکه از بذل مایملک موروثی خود دریغ نکرده و علاوه بر واگذاری خانه پدری جهت استفاده امور فرهنگی به برپایی مسجد صاحب الزمان در داران، واگذاری خانه جهت برپایی حوزه علمیه، احداث حمام، اهدای 52 قطعه زمین 200 متری به افراد فاقد مسکن در منطقه صنعتی داران و واگذاری موقت باغ شخصی جهت امور فرهنگی و رفاهی معلمان منطقه فریدن اقدام نموده است. ایشان به طنز شعری سروده است بدین مضمون: دکتری چی ساکن داران، عمر خود که به وقت بیماران، نام مصطفی عباس از معیشه روانه افلاس.
بدون شک تجلیل از امثال دکتر مصطفی که همه عمر خود را با اخلاقی متعالی وقف جامعه و مردم نمودند، برای همه آنانی که دغدغه خدمت دارند میتواند سرمشق مناسبی باشد. امید است ما نیز بتوانیم وامدار و قدردان بزرگان تاریخ پزشکی ایران، سرزمین بوعلی، رازی، جرجانی و دیگر حکیمان و اندیشمندان این سرای کهن باشیم.